یو واتس اپ، به یه پارت دیگه از چند تا از پرونده های حل نشده جنایی خوش اومدید. پارت قبلی اگه ندید هنوز لینکشو میذارم اینجا. امروز با یه پارت جدید برگشتیم، بدون شما تری بریم سراغ ویدیو. 5 پرونده مرموز حل نشده قسمت دوم. شماره 1، خانواده جیمیسون. اولین پرونده خیلی عجیبه و هنوز بعد از 6 سال حل نشده باقی مونده. در 8 اکتبر 2009 خانواده جیمیسون متشکل از بابی، زن شریل و دختر 6 سالشون مدیسون گم شدن. اونا تصمیم گرفته بودن از خونه کنار دریاچه‌شون نقل مکان کنن و شروعی تازه داشته باشن. در صبح 8 اکتبر این خانواده 50 کیلومتر رانندگی کردن تا به منطقه‌ای در اوکلاهاما برسن و 40 هکتار زمین بخرن. اونا با وانت سفیدشون به کوهستان دورافتاده سنس بوا رفتن و هیچ وقت برنگشتن. در 16 اکتبر ماشین خانواده کنار جاده توسط کلانتر منطقه پیدا شد. پس اینا واقعا عجیب غریبن. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده که فقط ماشین مونده، خودشون نیستن، از دره افتادن، جونوری خوردتشون، دشمن داشتن؟ داخل ماشین کیف پول، کارت شناسایی، گوشی موبایل، جی پی اس، 30,000 دلار پول نقد و سگ دختر خانواده پیدا شد که داشت از گرسنگی میمرد. شیت. اوکی، عجیب تر شد. واقعا عجیب تر شد. پلیس سریعا جستجو رو شروع کرد ولی هیچی پیدا نکرد. 4 سال بعد اسکلت های خانواده در فاصله 5 کیلومتری از محل ماشین پیدا شد. وای بدنم سیخ شد پسر. اوکی ادامهش میبینیم. کالبد شکافی انجام شد ولی به خاطر شرایط بد جنازه ها علت مرگ مشخص نشد. مگه تیم سرچ نفرستادن؟ چجوری همون موقع پیداش نکردن؟ چند سال بعد پیداش کردن؟ عجیب غریبه. در روز گم شدنشون تصویر دوربین مداربسته اونا رو نشون میده که در حال پر کردن وانت هستن. اوکی. ماموران پرونده گفتن که این زن و شوهر انگار با هم قهر بودن، چون 20 بار از خونه تا وانت حرکت کردن ولی یه بار هم با هم حرف نزدن. با این کیفیت چیزی نمیشه گفت. شاید اینجوری بودن که چه خبر، برو وسیله در بیار، ولی لبشون نشون نده اینو. شاید نظر اونها حرف زدن اینه که جلو هم دیگه وایسن. چه خبر، خوبی؟ اونا همچنین خیلی لاغر بودن و همین باعث شد که خیلیا بگن شیشه مصرف میکردن. نه به قیافاشون شیشه نمیخوره؟ حالت دکترا به تم تونم بگه. ولی پلیس هیچ مواد یا ابزار مصرف موادی توی خونه پیدا نکرد. آره باید یه نشونه‌ای میبود. چند ماه قبل از گم شدن اونا متوهم شده بودن و به دوستان گفته بودن خونه جن زده است و داخلش روح دیدن. بابی حتی با کشیش منطقه حرف زده بود و پرسیده بود آیا میتونه گلوله‌ای بسازه که بشه باهاش روح رو کشت. نمیدونم شما که تو خونه هستی اینجوری هستید نه، ولی من پشمام سیخ شده. این زوج هر دو از افسردگی رنج می‌بردن و شرلین حتی اختلال دو قطبی داشت. اوه. این عکس از مدیسون گرفته شده و توی گوشی بابی پیدا شد. مثبت فکر می‌کنیم. یه بچه هست که داره بازی می‌کنه، یهو عکس ازش گرفتن، عجیب غریب در اومده. و آخرین عکس گرفته شده از اونه. خانواده اونا گفتن که این عکس توسط بابی یا شرلین گرفته نشده، چون مدیسون به دوربین نگاه نمی‌کنه و خیلی ترسیده. نه، دلیل خوبی نیست. تئوری‌های زیادی درباره این پرونده هست. گم شدن خانواده، آدم ربایی، قربانی شدن توسط یک فرقه مذهبی، قتل توسط کارتل و خودکشی دست جمعی. من شماره 3 احتمال چه بیشتر میدم. دلایل مختلف میتونه داشته باشه. وضعیت روحی روانیشون، شاید دارویی مصرف کردن، شاید موادی مصرف کردن. آره نه، چون چیزی که به کشیش گفته بوده عجیب غریب بوده. ولی بعد از 6 سال هنوز هیچ کس نمیدونه واقعا اون روز چه اتفاقی افتاده. بعدا دارم فکر میکنم خیلی مهم بود که اگه یه سری اطلاعات بهمون میدادن که جنازه شون کجا پیدا کردن، تو چه حالتی پیدا کردن. فکر میکنم یه خورده به جهت فکریمون کمک میکرد. شماره 2، امبر تاکارو. امبر تاکارو 20 ساله در 18 آگوست سال 2010 ناپدید شد. روز قبلش امبر و دوستش با پسر 14 ماهش از شهر زادگاهش فورت مکمری پرواز کردند و در فرودگاه ادمینتون فرود اومدن. بعد از خارج شدن از فرودگاه در مسافرخونه‌ای در نزدیکی فرودگاه اتاق گرفتن.
روز بعد امبر ماشین گرفت تا به شهر ادمینتون بره. اون تصمیم گرفت سوار ماشین یه مرد بشه که بزرگترین اشتباه زندگیش بود. روز بعد وقتی خبری ازش نشد، دوستش با مادرش تماس گرفت و مادرش گزارش گم شدنش رو داد. در 28 آگوست 2012 پلیس سوار کانادا صدای ضبط شده‌ای به مدت 61 ثانیه منتشر کرد که مکالمه امبر با مرد غریبه بود. پلیس نگفت چطور این صدا رو به دست آورده، ولی امیدوار بود کسی صدای مرد رو بشناسه. Are you fucking kidding me? You better not take me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going in the city, are we? No, we're not. Then where the fuck are these roads going to? 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street. تا جایی که مشخصه آدم رباییه، دزدیدنش. یه آدم جانی روانی دزدیدتش و خودم نوچه بله سرش اومد. چهار روز بعد از انتشار صدای ضبط شده، جنازه امبر توسط سوارکاران نزدیک منطقه لادوک پیدا شد. در صدای ضبط شده راننده میگه داره به سمت شمال میره، ولی ماموران پلیس معتقدن به جای رفتن به سمت شمال و شهر، اون به جنوب شرقی و منطقه لادوک میرفته. با اینکه پلیس یه فایل 61 ثانیه‌ای پخش کرده، اصل فایل 17 دقیقه است. که دقیقاً مدت زمانیه که از مسافرخونه تا محل پیدا شدن جنازه طول میکشه تا با ماشین بری. یعنی درج اومده پشت رفته و چجوری کشتنش؟ اخبار سی بی سی متوجه شد که تماس از طرف برادر امبر بوده که در زندان ادمینتون زندانیه و همه تماس‌ها ضبط میشن. یعنی از رو هوشمندیش دخترم چیکار کرده؟ پلیس گفته که بعد از انتشار فایل صدها تماس داشتن، ولی هنوز راننده رو دستگیر نکردن. شماره 3، مدلین مککن. در اواخر آوریل 2007 کیت و جری مککن با سه فرزندشون به همراه دوستان برای تعطیلات به پرتغال رفتن. در ساعت 10:14 شب 3 می گزارش شد که مدلین 3 ساله گم شده. پلیس پرتغال تماسی دریافت کرد مبنی بر اینکه این دختر بچه روبوده شده. همون شب نزدیک 7 شب والدین بچه ها رو به رخت خواب بردن. اونا گفتن که هر سه بچه نزدیک ساعت 8:30 خوابشون برده. بعد برای شام به همراه دوستانشون به بار رفتن، دقیقاً اون طرف استخر و مقابل آپارتمانشون. پدر خانواده میگه هر نیم ساعت به بچه‌ها سر میزده تا مطمئن بشه حالشون خوبه. نکته عجیب غریبیه. آیا واقعاً هر نیم ساعت یه بار سر میزده؟ نزدیک ساعت 9:05 جری مککن به آپارتمانشون برگشت و میگه همه بچه‌ها خواب بودن و مدلین توی رخت خوابش بوده. در ساعت 9:30 یکی از دوستان خانوادگی به نام دکتر متیو اوفیلد به بچه ها سر زد. اون گفت در اتاق کاملا باز بوده، ولی چون صدایی نشنیده اونقدر دقت نکرده که بدون مدلین توی رخت خوابه یا نه. در ساعت 10 شب کیت مککن آپارتمان رو بررسی کرد. میگه در اتاق از چیزی که یادشه خیلی بازتر بوده. وقتی وارد اتاق میشه میبینه پنجره بازه و مدلین توی تختش نیست. 100% پایین نپریده و یعنی پیداش میکردن. و اگه از پنجره دزدیدنش، چجوری دزدیدنش؟ چرا اصلا دزدیدنش؟ کیت سریعاً به بار برمیگرده و فریاد میزنه که دختر بچهشو دزدیدن. در ساعت 10:30 مسئولان مجموعه پروتکل گم شدن بچه رو فعال کردن و 60 نفر کارمند و مهمان و بعدش هم پلیس مجموعه رو گشتن. در 24 ساعت اول جستجو پلیس اشتباهات زیادی کرد. اول اینکه صحنه جرم مسدود نشد و تا قبل از بسته شدن 20 نفر به اونجا رفت و آمد کردن و باعث تخریب مدارک شدن. این بده.
والدین سریعا تبدیل به مظنون شدن چون پلیس باور نمیکرد که بچه هاشون رو بدون مراقب گذاشتن. آره منطقیه که مظنون بشن. پلیس فکر میکرد اتفاق بدی افتاده و اونا جنازه رو قایم کردن و داستان آدم ربایی رو سرهم کردن. اعتمادش هست؟ با اینکه مظنون بودن بهشون اجازه داده شد که در سپتامبر 2007 به بریتانیا برگردن. وقتی مدرکی وجود نداشته باشه منطقی که بخوان ردشون کنن برن. بعد از یک سال تحقیقات و در جولای 2008 دادستان پرتغال اونا رو تبرئه کرد. حالا واقعا نظر میگیریم که دزدیده باشنش، تو اون وضعیت روی روانی که دارن، بچه‌شون رو گم کردن یا از دست دادن، محکوم هم هستن با تو دادگاه بجنگن. خیلی پسه. بله خب بچه داشتن همین، باید مسئولیت قبول کنی. در سال 2013 برنامه بی بی سی کرایم واچ تمام اتفاقات اون شب رو بازسازی کرد و تصویر مردی که مری و مارتین اسمیت اهل ایرلند دیده بودن رو منتشر کرد. اونا به پلیس گفته بودن که دیدن این مرد بچه‌ای با مشخصات مدلین رو حوالی ساعت 10 حمل می‌کرده. دارم فکر می‌کنم میگم شاید یه خورده کشورشون فقیره، قاچاق اعضای بدن می‌کردن، ولی مطمئن نیستم که آیا پرتغال واقعاً انقدر فقیره که همچین اتفاقی توش بیفته. کشور مثل مکزیک یا آمریکا جنوبی می‌دونم هست این چیزا، ولی تو پرتغال I don't know. گفتن که به سمت ساحل می‌رفته، مثل توریست‌ها نبوده و بلد نبوده بچه رو بغل کنه. همچنین تصاویر افرادی که در اون روز اطراف آپارتمان مکن‌ها بودن منتشر شد. زودی نداره واقعا. اسکاتلند یارد این نظریه رو داد که مدلین مزاحم دزدی از خونه شده. متأسفانه سرنخ دیگه‌ای در دست نیست، ولی مکن‌ها هنوز امیدوارن مدلین پیدا بشه. امید تنها چیزی که انسان سرپا نگه میداره دیگه، نه؟ چاره دیگه جز امید داشتن ندارم. شماره 4، کیلین لاودر. کیلین لاودر 30 ساله حوالی ساعت 7 عصر 27 سپتامبر 2014 گم شد. شرایط گم شدنش واقعا عجیبه. صبح اون روز کیلین با پلیس تماس گرفت و گفت یه نفر داخل آپارتمانشه. اون گفت کسی رو ندیده ولی صداش رو میشنوه. در طول تماس چندین بار فریاد زد و از اون شخص خواست بره بیرون. این آدم باز مغز سمت این میره که مواد، الکل، دارو، مشکلات روی روانی، I don't know. بعد از اون تصویر کیلین موجوده که با پای برهنه همراه سگش توی بارون راه میره. پلیس معتقده که اون در حال توهم زدنه. بهش میخوره؟ شما نظرتون چیه؟ نظرتون نرماله یا نه؟ عجیب غریب همچین چیزی. در ساعت 7 عصر لادر شروع به فرار کردن میکنه. اون سگش، کیفش، پول، کلیدها و ماشینش رو جا میذاره. این آخرین باریه که زنده دیده شده. مادرش گفته که اون روز با دخترش حرف زده و به نظر می اومده حالش خوبه. یه خانواده فهمیدن بچه‌ش رو دانشون بده، اینو به من بگی. همیشه بچه من حالش خوبه. دخترموش گفته که اون روز در حال تمیز کردن آپارتمان و تهیه رزومه بوده چون به تازگی اخراج شده. خانواده‌اش کاراگاه خصوصی استخدام کردن تا در جستجو کمک کنه. دو ماه بعد از گم شدنش در 30 نوامبر جنازش در رودخونه جردن در فاصله 8 کیلومتری از خونش پیدا شد. کالبد شکافی نتونست دلیل مرگ رو مشخص کنه. چرا واقعا این همه علم پیشرفت کرده؟ گزارش سمشناسی مشخص کرد که سم یا مواد مخدر در بدنش نبوده. خانوادش معتقدن در پروندهش کمکاری شده چون هیچ سابقه بیماری روانی نداشته. واقعا عجیب شد. هولی شیت من. ولی پلیس نظر دیگه ای داره و میگه تماس اون روزش با پلیس اولین باری نبوده که تماس گرفته و ادعا کرده کسی تو خونه است. شاید یه دلیل داشته که زنگ زد دیگه. چرا این آدم نرفتید بررسی کنید؟ یا حتی روز قبلش هم گزارش داده که توی یه عروسی دعوا شده ولی حقیقت نداشته. اوکی. هیچ کس نمیدونه اون روز دقیقاً چه اتفاقی برای کیلین افتاده. شماره 5، گم شدن تیموتی جی پیتزن. در صبح 11 می 2011
ایمی فرای پیتزن به مدرسه ابتدایی پسرش رفت و اونو از مدرسه برداشت. بچه دیگه من نمیبینم الان، یعنی من این وایبو نمیگیرم که همه تعطیل شدن داره بچه‌شو معمیدار میره و این سوال پیش میاد که چرا برداشته از وسط مدرسه بردتش. و از اونجا به همراه تیموتی به یه سفر 3 روزه رفتن. اول به باغ وحشی در الینوی رفتن، بعد به هتل کیلایم کو رفتن تا شب رو اونجا بمونن. اوکی. شوهرش جیمز پیتزن بعد از اینکه به مدرسه پسرش رفت و شنید زنش اونو برده، گزارش داد که زن و بچهش گم شدن. What? روز بعد ایمی و تیموتی به پارک آبی کالاهاری رفتن. دوربین‌های پارک آبی اونا رو نشون میده که در صف هستن. کمی بعد از این تصویر ایمی به چند نفر از اعضای خانواده‌اش زنگ زد و گفت اون و تیموتی حالشون خوبه. اوکی. در ساعت 7:25 به این فروشگاه رفت تا خرید کنه. دلم شما مال به این فروشگاه مواد غذایی رفت ولی تیموتی همراهش نبود. اوکی. تو ماشین بوده شاید. آخرین مقصدش هتل راکفورد بود که در اونجا اتاق گرفت. روز بعد در ساعت 12:30 جنازه‌اش توسط یکی از کارکنان پیدا شد. اون با خوردن مقادیر زیاد آنتی هیستامین و بریدن رگهاش خودکشی کرده بود. اون 2 نامه برای خانوادش فرستاد که توشون نوشته بود تیموتی حالش خوبه و جاییه که ازش مراقبت میشه. What the fuck؟ سر اکثر این داستانه من پشمام سیخ شد. و همچنین نوشته بود کسی نمیتونه پیداش کنه و نمیخواست جیمز تیموتی رو به خاطر اون اذیت کنه. لباس‌ها و کوله پشتی تیموتی هم پیدا نشدن. حتی لباس‌هایی که روز قبل ایمی پوشیده بود هم پیدا نشد. مادرش گفته که اون افسردگی داشته ولی دیوونه نبوده و رفتار خشنی نشون نمیداده. تیموتی از فوریه 2016 همچنان مفقوده. من میگم کشتتش. شما چی فکر میکنید؟ برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. ممنون که نگاه کردید. لایک و سابسکرایبتون نره. خیلی مهمه. واسه پارتای بعدی انرژی بدید. تا فیلم بعدی.